خواستن، توانستن. قصه حقیقی زندگی. نویسنده فریبا چرخی. گرفته شده از کتاب پس از خاموشی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان خواستن توانستن را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال یوتیوب فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا هم ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. خواستن، توانستن، قسمت دوم. همان بود که پروین خواهر سلیم نزد مادر کلان و مادرم آمده و موضوع را یادآوری می کند. مادرم به شدت مخالفت می کند و می گوید که اصلا امکان ندارد. زرمینه هنوز 13 ساله است، باید درس بخواند و به پای خودش بیستد. مادرم به گریه می شود چون خودش خیلی ها خرد سن ازدواج کرده بود. بناهن لازم نمی بیند که دختر در این سن سال دچار این همه مسئولیت های سخت زندگی شود. اما مادر کلانم گویا که از خدایش همین موضوع را می خواست. با علاقه مندی و روی خوش از خواست پروین استقبال کرد و گفت که من در زمینه با پدرش حرف می زنم و در ضمن گفت که هر وقتی خواستید خواستگارتان را بفرستید. اگر قسمت باشد این کار صورت خواهد گرفت. وقتی از مکتب آمدم مادرم موضوع را برایم بازگو کرد، ولی من که از فشارهای زندگی و این همه جار و جنجالهای خانه و فشارهای دختران همسن و سالم در مکتب سخت خسته بودم، فکر کردم که اگر ازدواج کنم ممکن که از همه این مشکلات رهایی پیدا کنم و در مقابل حرفهای مادرم خاموشی اختیار کردم. مادرم مرا بوسید و نوازش کرد. گفت می دانم که مشکلات و فشارهای زیاد را متقبل شدی. من تا که توان دارم سعی و تلاش می کنم که همه آن را به زودترین فرصت ممکن حل کنم. تو فقط درس بخوان و خودت را بساز. دلم برای مادرم سخت ناراحت شد. هر دو اشک می ریختیم. ولی دلم راضی نبود که دیگر مشکلات را تحمل کنم. همان بود که مادر کلانم دست به کار شده و در مورد با پدرم حرف زد که به سر همسایه خواستگار دخترت شده و بی دلیل نیست، آنها تمایل از دخترت نیز دیده اند. پس خوب است که او را نامزاد کنیم تا پشت بخت خود برود. پدر که خودش از فشارهای زندگی و پیامدهای اشتباهش سخت تحت تاثیر قرار گرفته بود، پیشنهاد مادرش را قبول می کند تا بتواند کم کم از بعضی مسئولیت هایی که برایش نمی تواند رسیدگی کند رهایی یابد. روز خواستگاری فرا رسید. در جمع خواستگارها خواهر خرد سلیم نفیسه هم است که 15 سال دارد. این دختر توجه مادر بزرگم را به خود جلب می کند و در حین یادآوری و منظور از آمدنشان از زبان پدر سلیم، مادر کلانم حرفش را قطع کرده و پیشنهاد می کند که این معامله خیر به شرط صورت خواهد گرفت که نفیسه را به برادر بزرگ ناتنیم که 1.5 سال از من بزرگتر است نامزد کنند.
همه اهل مجلس حیران شده و به یکدیگر نگاه می کردند. پدرم به مادرم گفت که ما در این مورد حرف نزده بودیم. مادر کلانم رو به پسرش کرده گفت که خیر هم در همین است. بعدن در مورد بیشتر حرف می زنیم. مادرم که به رسم اعتراض با چشم گریان مجلس را ترک می کند، در اتاق پهلو نزد من می آید و گریه کنان می گوید که خودت را به دشمنت بدل نکن. من که در سن سالی نبودم که درک این جمله را داشته باشم، باز هم خاموش می مانم. خلاصه بعد از چند بار رفت و آمدها و رضایت پدرم و پیشنهاد مادر کلانم، این معامله کاملا برخلاف خواست مادرم صورت می گیرم و من نامزاد سلیم می شم. نفیسه هم نامزد فیصل برادر ناتنیم. ظرف 2 ماه آمادگی عروسی صورت می گیرد و من عروس می شوم. حالا روز عروسیم تازه به حقایق و سختی های زندگی روبرو می شوم. عروسی در شهر صورت می گیرد. فردای آن روز من و سلیم و خانواده اش روانه قریه آنها در شرق کابل می شویم. وقتی که آنجا می رسیم، یک حویلی خیلی ها بزرگ که در آن 5 تن برادران بزرگ ناتنی سلیم با خانواده هایشان پدر و مادر سلیم زندگی می کنند و در وسط حویلی حیوانات خانگی زندگی دارند و زندگیشان به حد دهاتی است که حتی در قریه خود ما هرگز چنین زندگی دهاتی را ندیده بودم. شب شد. تعامل چنین بود که هر کدام از خانواده ها باید به عروسشان یک اتاق با تمام جهیزیه آماده کنند، یعنی فامیل ما به نفیسه و فامیل سلیم برای من. مشکل اینجا بود که از اتاق و بستر عروس اصلا خبری نبود. مادر سلیم به عروس بزرگش دستور داد که برای من و پدر شوهرت در اتاق خودتان بستر خواب آماده کن که عروس و داماد امشب در اتاق ما می باشند. با تعجب نگاه می کردم که این دیگر چی وضعیت است، اما از حیا نباید حرف می زدم. دوشک هایی را که در دو طرف اتاق برای نشستن روزانه هموار بود کنار هم گذاشتند و یک لحاف به اصطلاح قورمه‌ای که از پارچه های رنگارنگ دخته شده بود را برای استفاده ما گذاشته و شب بخیر گفتند و رفتند. من و سلیم به طرف یکدیگر نگاه می کردیم. نگاه های معنادار. بالاخره سلیم گفت ببخش، چون مادرم به خاطر دادن نفیسه و برادرت ناراضی بود و نخواست اتاق را برای ما آماده کند. تازه فهمیدم که حرفهای مادرم چه معنی داشت. شب گذشت. صبح مادر شوهرم آمد و ما را بیدار کرد که برخیزید در این اتاق چای صبح میخوریم. دوشک ها را در جاهایش گذاشتیم و لحاف را هم در گوشه خانه بالای بستره ها گذاشتیم و رفتیم دست و صورت را بشوریم. کنار دسترخوان برای چای خوردن نشستیم. چند روزی گذشت. از زن برادر سلیم پرسیدم که میخواهم سر و جانم را بشورم. باید کجا بشورم؟ گفت آن روبرو تنورخانه است و آب داخل تنور گرم است و در آخر حویلی طرف دست راست یک دروازه کوچک. من منتظر بودم که آدرس حمام را برایم می دهد. گفت آنجا گوساله خانه است و یک چارپایی نیز در آنجا است. می توانی بالای آن حمام کنی. فکر کردم که با من شوخی می کند.
رفت و دیدم واقعا همونطور بود که گفته بود. برگشتم بپرسم که واقعا همون کجاست که دختره برادر سلیم پیش رویم آمد و گفت کجا می روی؟ گفتم کجا می توانم خودم را بشورم؟ دستش را به طرف گوساله خانه کرد. فهمیدم که شوخی نیست. این حقیقت زندگی است که همراهش مواجه شده ام. به همین وضعیتی که مثال از آن را تعریف کردم یک هفته گذشت. مادر، پدر و برادرم که 3 سال از من خردتر بود نزدم آمدند تا مطابق رسم و رواج لباس ها و بعضی ضروریاتم را برایم سپرده در ضمن جویای احوالم شوند. وقتی وضعیتم را دیدند و شب را در همان اتاقی که می خوابیدیم خوابیدند، پدرم فورا تصمیم گرفت که من و سلیم دوباره برگردیم به کابل و در خانه پدری یک اتاق را برای ما بدهند تا باشد هم سلیم به کار و وظیفه اش رسیدگی بتواند و من هم به درس و مکتب خود طوری که لازم است برسم. مادر شوهرم که اصلا از این ازدواج راضی نبود با تصمیم پدرم موافقت کرد و همان بود که با خانواده هم دوباره برگشتیم به خانه پدری، با تفاوت این که حالا یک خانم عروسی شده استم و شوهرم به اصطلاح عام خانه داماد. در جمع امان خانواده‌ای که می‌خواستم از مشکلاتشان فرار کنم، دوباره به زندگی در آنجا ادامه دادم. بار دیگر فهمیدم که هر کلمه از حرف‌های مادرم دنیای از مفهوم بود که من خود نخواسته بودم بفهمم و نیز فهمیده بودم که مشکلات خیلی بدتر از زندگی مجردی من در بین خانواده های دیگر وجود دارد. اما با خودم تعهد کردم که من خودم را می سازم و زندگی ناتوانی و تسلیم شدن را هرگز نمی پذیرم. همان بود که با یک مرام و هدف و آینده خوبتر زندگی را دوباره شروع کردم. 7 سال تمام را در خانه پدرم زندگی کردم. در این مدت مادر خارجیم با دخترش دوباره به کشور خودشان بازگشتند و مادر اندرم نیز با فرزندانش دوباره به قریه مربوط ما رفتند و به زندگی عادیشان ادامه دادند. وضعیت زندگی مادرم هم در کنار پدر، برادران و خواهرم بهتر شد. من هم ضمن این که مادر 3 فرزند 1 دختر و 2 پسر شدم، به حمایت مادر توانستم درسهای خود را در مکتب مرمن طولنه به پایان برسانم و در یکی از ادارات به صفت تایپست کار کنم تا از لحاظ اقتصادی با شوهرم همکار باشم. بعد از 7 سال شوهرم در یک پست خوب دولتی مشغول کار شد و من هم مکتب را به پایان رسانیدم و کار هم می کردم. برای خودم را خانه گرفتیم و زندگی را دنبال می کردیم. زندگی را که با عالم از پشت کار از صفر ساختیم. روزها، ماها و سالها پی هم بدون درنگ می گذشتند. در این مدت من نیز تلاش های وافر برای به دست آوردن آنچه آرزو داشتم را به خرج دادم. همانا زندگی خوب، اقتصاد خوب، موقف خوب، خودم را به هدف مقصود رساندم. دارای 8 فرزند نازنین شدیم. خانه شخصی، زندگی خوب، شوهرم نیز در سمت خوب ایفای وظیفه می کرد. خودم به صفت رئیس در یکی از ادارات دولتی مشغول کار بودم. از روی تقدیر شوهرم به یک مریضی لاعلاج مبتلا شد و بعد از تحمل درد و ناراحتی های شدید جانش را به جانان سپرد و اکنون با فرزندان کوچکترم با مسئولیت این که
هم برایشان مادرم و هم پدر و زندگی شبان روزی ادامه می دهم. در اخیر باید تذکر کنم که واقعاً خواستن توانستن است. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.